شیرین چی میگه؟ چی میگه؟ میگه مواد اولیه رسیده که. راست میگه. پس تو اون ماشینا چی بود؟ مواد اولیه. نمیفهمم. فهمیدنش برای پلیس سخته. نه تو. یعنی چی؟ یعنی وقتی که جنسا لو رفت، نارسیس همون شب از همون جاده پشت یه کامیون همون مقدار افو وارد کرد. آخه چه جوری؟ گاهی وقتا بهترین مسیر خطرناکترین مسیره. دست خوش. باید هر چه زودتر شروع کنیم. سفارش زیاده و وقت کم. در ضمن آشپزم کم دید. ساسا جانم، باید یه کارش بود. بود چشم آقا. سلام. دهنشو بستم چراغ خونت رو روشن کنی. از کی گرفتی؟ بچه های آژانس. خب ماه بعد رو چی کار کنی؟ حالا خدا بزرگه. ندا؟ خوب باش دیگه. خوبم. آرش بیا دو ترم مرخصی بگیریم برگردیم کاشان. میدونی جوابم چیه؟ خب آخه اینجوری که نمیشه. دخل و خرجمون با هم نمیخونه. اجاره خونه، شهریه دانشگاه، خرج ماشین. نگران نباش. تو بعد از اون دانشکده با مدرک داروسازی فارغ التحصیل بشی که میشی. چه ربطی داره؟ تا کی باید اینجوری ادامه بدیم؟ تا وقتی من نفس دارم. خب آرش من دیگه نفس ندارم. ندا، حرف گوش کن. همه چی درست میشه. تو فقط با من باش. هستم. تا آخرش؟ آخرش کجاست؟ نمیدونم. تو حق داری. شاید اگه منم جای تو بودم. خیلی خوب، اصلا ولش کن. حرفش هم نزن. واقعیت زندگیمه. من میدونم. تو هم میدونی فامیلی شوهر خوبه، اما اگه نیست مهم نیست. مهم شوهر خوبه که هست. یه خبر خوب برات دارم. چی؟ نازنین زنگ زد گفت سهم الارث بابا رو برام میفرسته. دیوونه اینه تو؟ خبر به این خوبی داری و الان میگی؟ آدم باید یاد بدبختیاش بیفته. خدا پدرتو بیامرزه. هفته صبح کلاس دارم. این بیخوابی ها میندازت تا باید برم آژانس. نمیشه نری؟ ندا من خوبم. نگران نباش. Thank you.
کی آزاد شدی آبجی؟ همین امروز. و چرا نگفتی من بیام دنبالت؟ تو که گرفتاری؟ این چه کوفته تازه‌ای داری میکشی؟ پیشرفت کردی نه؟ آب باری کلا. مال من نیست که. اگه ننه بابا بالا سرمون بود که از این کوفته تو این خونه پیدا نمیشد. دستت داغون شده. نمیبینی؟ نمیفهمی؟ تو کاری به کار من نداشته باش. بس دیگه آرمان. باید ترک کنی. منم از همین امروز میرم دنبال کار. دوباره دو روزون تو بودی جوگیر شدی ها. همین که گفتم. تو برو کار پیدا کن. پول بیار تو این خونه. منم اینو میذارم کنار. ولی اگه نتونستی این کارو بکنی، دیگه حق نداری منو نصیحت کنی. خیلی بچه پوری میذارم تو دهنت ها. سخت‌تر از گناه نکردن. تو آسونه باختن. کمکم کن تو سخته برنده شم. میخوام عوض شم. آدم شم. اگه به خودم باشه همه چی خرابه. ولی اگه به تو باشه میتونم. حس میکنم میتونم. کمکم کن. سلام. سلام. چاکریم. بخیر. انجام شد؟ بله آقا سستان. کار درسته پسر. درس پس میدیم آقا. منم تا چند روز دیگه یه خبر خوب واسه دارم. میگم تو دور و بریات آشپز سراغ نداری؟ کسی که بخواد یا بتونه آشپز بشه؟ یعنی باز فکر کن. باشه فکر کن. یه سفارش داریم باید سریع برسونیمش. تو چند ماه گذشته پلیسا چند تا لابراتوارمونو زدن. وقت نداریم. کارمون گیره. میتونی یه حرکت درست حسابی بزنی؟ پول خوبی گیرت میاد. بختنی سخته؟ کم نه. از شدنیه. با کاوه همه چی شدنیه. چایی تو. درمش آگه. برو دو بگیر. من زدم. بزن دو. ما باش بچه درس خون. سلام. سلام مهندس. چه خبره؟ میزون نیستی؟ خوابم کمی گرفتارم. تو چطوری؟ چاکریم.
کجا گذاشتی گرفتی؟ دنبال یه لقمه نون. دنبال نون بدویی ازت فرار میکنه. تو این دور زمونه فکره که نون در میره، نه زور بازو. فکر تو به کار بنده. مثل تو فکر کنم؟ دیگه می نزی؟ حالا کجا؟ آژانس. تو آژانس کار میکنی؟ کار دارم. خانمت خوبه؟ خوبه. برو سر اصل مطلب. یادت اون روز که دیدم چی بهت گفتم؟ بهت گفتم تو بره ای، باز گرگ شدن یاد بگیری دادا. گفتی دریده شدن بهتر از دریدنه، ولی ماشاءالله خوب زرنگ شدی، گرگی شدی بس خودت. حرفتو بزن. میدونی کار من چیه؟ از بچه ها یه چیزایی شنیدم. خیلی خوب، خوب گوشتو با کن. شیشه تو ایران کیلوی 2-3 تومنه، ولی همین شیشه پاش برسه مالزی 30-40 تومن این ورون بر میشه. تو مخت خوب کار میکنی، ترکیباتو خوب میشناسی. ها بچه هم شنیدم که دست تنگه، شهری عقب افتاده، خونه اجاره ای، ماشینت هم که در به داغونه. به قول ما شرایطت واسه کار مطلوبه. هستی؟ یعنی تولید کنم؟ نه فهم، مصرف کنی. تو که خیلی نبودی دادا. یعنی پیاده شم؟ نه پس، در واز گذاشتم هوا عوض شد. خوشحال شدم. سر سرگردون یه قهوه خونه هست که پاتوق من اونجاست. اگه دلت واسم تنگ شد اونجا میتونی پیدا کنی. فکر نکنم دلم برات تنگ شد. اتفاقا فکر کن یه بودی تنگ شد. بعدش هم آدم قرار نیست همیشه توی یه کار بمونه دادا. تو سابقه داری؟ حالا باید بوده ای. واسه اینکه پوز تو رو بزنم و از زیر سنگم شده کار پیدا میکنم. برو بابا. واسه دستت رفتی دکتر؟ چیزی نیست، خودش خوب میشه. تو چیزی نیست، کوری، بدتر شده. ای بابا ول کن دیگه، نه نصیحت نکن ما رو. نصیحت چیه؟ بهت میگم باز بری دکتر. بابا به چه زبونی بهت بگم؟ پول ندارم، پول ندارم، بده برم دکتر، فهمیدی؟ Thank you.
دو روز دیگه تو خیابون ناصر خسرو یه خبرایی میخوام اونجا باشی. آدم این نارسیس؟ آره بالاخره یه خبری ازش شد. خبر رو مخبر به ما داده. خود معامله جنسا مهم نیست. مهم آدم است. این آدم از آدمای نزدیکشه؟ توی یکی از لابراتوارهای نارسیس کار میکنه. قراره با این روبرو بشه. هویت این آدم هنوز برای ما مشخص نیست. این عکس هم مخبر در اختیار ما قرار داده. اگه بتونی دستگیرش بکنی مطمئنم حرفای زیادی برای گفتن داره. جناب سرهنگ هاتف، دستگیرش میکنیم. ببینیم و تعریف کنیم آقا مهدی. در ضمن با بچه‌های حفاظت اطلاعات هم هماهنگ کن. چشم. آدمو چی میگه؟ هیچی بابا. یه دقیقه نوی. وای سکاوه. بهش بده کارم دیگه حق داره. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم تو رو ببینم. چجور پیدام کردی؟ تو فکر کن اتفاقی بی خیال دیگه، انقدر اونق نباش. فکراتو کردی؟ من که بهت جواب داده بودم. ببین آرشون، تو نگران چی هستی؟ ما که قرار نیست جوانای مملکت خودمونو بدبخت کنیم که. این جنسه قرار صادر بشه. تو سوادشو داری، میتونی. من خودم خواستم انجام بدم، نشد. من الان نیاز دارم به تو که اومدم سراغت. نشد که بشه. بابا جان جوانای کشورهای دیگه آدم نیستن. من از این اونها گلون پایین نمیره بدون. بابا جوانای مملکت دیگه هزار تا کوفته زهرمان هم صادر میکنن به مملکت ما. من که نمیدم تو رو گولت بزنم که. من نیاز دارم که اینجا. تو کی میخوای دست راستت به دست چپت بگه معذرت میخوام؟ تو که منو میشناسی که من بچه پایینم. از دل بدبختی اومدم بالا. تو این دو سالی که درسمو ول کردم حالا روزم بد نبوده، دستم تو جیب خودم بوده، تای جیبم همیشه یه پولی بوده، حداقلش اینه که یه پولی بوده، حداقلش میگم. تو هم یه ذره مخ میسوزونی ها. من اصلا موندم چرا بین این همه آدم گیر دادی به من؟ واسه اینکه فکرای بزرگ تو سرمه. واسه اینکه میخوام آدم خودم باشم، واسه خودم کار کنم. تو اگه بگی آره، من تو تایشو واسهت میگم دادا. نه. آرش جان، همه کسایی که آشپزخونه دارن یا آشپزی میکنن 190 بی سوادن. همشون تجربی اومدن بالا. من نمیگم جنسشون بده ها، نه، ولی ما میتونیم بهترش رو درست کنیم. جنس یک بدیم تو بازار. یه سری دیگرم ما بکشتن بدیم. آره آقا تو فکراتو بکن. به هیچی نگو الان، اصلا هیچی نگو، فکر کن دیگه. سر و سرگردون قهوه خونه. کار داری میکنی؟ کار پیدا کردی؟ پرسیدم چی کار داری میکنی؟ آزاده اینجا رو ببین، یه چیزی اینجاست. آرمان، چی اینجا نیست؟ مسی واقعا یه چیزی میشه. اینو به این تابلوی نمیبینی اینجا؟ نه؟ چیه؟ آرمان، تو حالت بده، باید بری دکتر. دکتر؟ آزاده ببین، یه بار دیگه، یه بار دیگه فقط به من گیر بدی، چه کاری میکنم یادت بره بگی دکتر.
ساعت دیگه دارم. یک دونه ساعت دیگه. ساعت دادا. به خر نیستی. بیستو. عزیزم شما به خر چی میخوای؟ قرص آمفیتامین. چقدر؟ دو سه ورق. خودت که میدونی روزهای تعطیل قیمت میکشه بالا، یه چیزی بیانه بده. چقدر بی‌انصاف میشون. پول تو بده. یه چرخ همین دور و بر بزن. اومدم. حال نذاری. وایسا اومدم. دنبالش. کسانی که می شکنند عهد خود را پس از پیمان محکمی که بسته بودند و رشته‌ای که خداوند آنان را امن به پیوندان کرده می گذرند و در زمین فساد می کنند به حقیقت زیانکارانند. پول توه، ده تومن بده. ببین من 5 ورق دیگه میخوام. گرفتی ما رو؟ خب زودتر بگو دیگه. چیکار کنیم حالا؟ برو سر کوچه بالایی وایسا، اینجا تابلو شدی. بیانه بدم. شناختمت، برو.
کرد. داره میره سمت دورایی. احتمال میدم رفته تقاطع دو. میرم دنبالش. از مقداد به کلی عوامل مستثر باشید. سوژه از پوشش ما خارج نشه. تکرار میکنم، سوژه به هیچ عنوان از پوشش ما خارج نشه. بیا، پنج شد؟ بپیش مامورو، بپیچ برو، بپیچ برو. آقا ببخشی، یه لحظه واسه میرم با تو هم. مالی هم نیست، آخرشم دیگه. تو سرش نزن، تو سرت میزنم. های بابا، چرا دماغ میشی؟ سه بدم. به یاد دارید نعمت هایی که به شما عطا فرمودم و به عهد من وفا کنید تا وفا کنم به عهد شما و از شکستن پیمان من برحذر باشید. نمیارزم. سه بدم مال من. هی، حواست کجاست؟ ها؟ جناب سرنگ، عامل مورد نظر دستگیر شد. بله، خبرشو دارم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ممنون. حالا دیگه هر وقت که دستور بدین بازجویی شروع میکنیم. هر چه زودتر بهتر. چشم. در ضمن یکی از مخبرها تماس گرفت. شماره ماشین اون بابایی که توی ناصر خسرو گمش کردی. بله، اون شماره رو داد. هول و هوش محل اختفاش هم گفت. اون منطقه مربوط میشه به حوزه 193 بسیج. فرماندهش از دوستان منه. شمارهشو بهت میدم. تماس بگیر، از قول من سلام برسون. بگو تو ایسپازسیای شبونه‌شون بیشتر دقت بکنن.
اطاعت میشه. جونم آسسا کجایی؟ هیچی داشت ول میچرخم علاف نباشه. آدرس یه نمایشگاه اتومبیلو بهت میدم، یه سر برو اونجا. رو چشم ولی واسه چی؟ برو میفهمی. چشما قولنامه ماشین من نوشتم، چکاش هم داده حاج عباس اومد بهش میدی دردسر بعدش درست نمیکنی، یه جوری هم بده بیرون که بدنه ماشین نبینه. سلام. سلام اصغر آقا. شما؟ من آقا سستان فرستده. چیکار کنم؟ دوزگیرشو بزن ببین کدوماش روشن میشه. مبارکتون باشه. مال منه؟ بله آقا، مال شما. قابل شما رو نداره. آقا دمت کرد. دوکر بدم. میتونم ببرمش؟ ببرش. قربونت بگو درو بکنه. آقا ما رو کشتی با این کاری که کردی که فعلا نمیر، لازمت دارم. این پول دستمزد جا به جاییته. ببین تو داشبوردش یه آدرسه، برو با اون آدرس. فعلا خدافظ. چشم آقا مخلصی. تو منطقه شما هست که متاسفانه یه بار اومد دست ما فرار کرده. تا جایی که ما اطلاع داریم بیشتر شبا تردد میکنه. من میخواستم از شما خواهش کنم یه لطفی کنید، عکس و مشخصات این آدم رو به تمام پایگاه‌های عملیاتی و تورای ایست بازرسیتون اعلام کنید. حتما این مورد مد نظر قرار بدن. حتما جناب سرگرد، ما هر کاری دستمون بر بیاد انجام میدیم. لطف دارید. فرمایید. سلام. سلام. بخش من خواهر آرمانم، خواستم ببینم شما از داداش من خبر ندارین؟
اتفاقی افتاده؟ راستش یه چند وقتی ازش بیخبرم، رفتم محل کارش، گفتن گاهی میمده برای شما کار میکرده. آره، اما معمولا ماهی یک بار میومد اینجا، این ماه هم سر وقت اومد و رفت. والا من ازش بیخبرم. حالا بازم اگر کار یه چیزی از دستم برمیاد من در خدمتم. دست شما درد نکنه، فقط اگه ازش خبری شد به من میگین. چشم، ولی لاغل یه شماره یه چیزی به من بدید که من آرش بیا بلا. سلام. سلام علیکم. ماشین خودته؟ آره، بهم نمیاد. چرا؟ مبارک باشه. تازه خریدمش. کار خوب آدم مرده رو زنده میکنه دادا. تو چه خبر؟ هیچ خبری نیست. هیچی تغییر نکرده. باید بخوای که تغییر کنه. یه خونه مجردی هم تو سعادت آباد رنگ کردم. حال کردی یه سری بهم بزن. بعد نمیذاره. ببین دادا، میگن مرگ یه بار، شیون یه بار. آرش فقط یه بار، یه بار واسه همیشه.